سلام خدمت دوستان، خیلی خوشحالم که دوباره این فرصت در اختیارم قرار گرفت که بتونم بازم ارائه دیگه ای داشته باشم. امروز قرار است که راجع به نحوه عملکرد و اهمیت سیستم سیگنالینگ سلولی صحبت کنیم. سیگنالینگ سلولی بیشتر جزء مباحث اصلی رشته های بیوشیمی، بیوتکنولوژی و زیست سلولی مولکولیه، ولی حالا رشته های دیگه مثل فارماکولوژی، فیزیولوژی و طراحی بافت در نهایت اون دسته از کاراشون که مرتبط با آنتیژن و گیرنده ها هستش، حالا مستقیم یا غیر مستقیم به این سیستم سیگنالینگ برخورد میکنن. موجودات پرسلولی برای اینکه بتونن به حفظ حیات خودشون ادامه بدن و بقا داشته باشن، باید بتونن با محیط اطراف و سلول های کناریشون ارتباط برقرار کنن و یکی از این راه های ارتباطی سیگنالینگ سلولی هستش. که سیگنالینگ سلولی در نهایت اون نتیجه و پیامدی که برای ما داره روی یکی از این چهار دسته قرار میگیره، یا نتیجه منجر به این میشه که سلول بقا پیدا کنه که همه فرآیندهای متابولیسمی سلول هم تو همین دسته قرار میگیره، یا منجر به این میشه که سلول رشد پیدا کنه و در نهایت تقسیم بشه، یا منجر به تمایز سلول میشن، یا در نهایت منجر به مرگ سلولی از طریق آپوپتوز میشن. سیگنالینگ سلولی شامل چندین مرحله پشت سر همه که استپ بای استپ پیش میره. در مرحله اول باید یک سورس یا سلول تولید کننده سیگنال وجود داشته باشه که این سیگنالی که تولید میشه، حالا اینجا مولکول سبز رنگ که نشون داده، باید انتقال پیدا کنه تا به اون سلول و بافت هدفش برسه. بعد از اینکه رسیدش برای اون مولکول سیگنال، ما یک گیرنده ای داریم که این گیرنده در واقع اختصاصی است برای مولکول سیگنال. بعد از اینکه اتصال سیگنال با گیرنده صورت گرفت، یک سری وقایع داخل سلولی اتفاق میفته که یک سری پروتئین ها که تحت عنوان افکتورها هستن یا مدیاتورها شناخته میشن و فعال میکنن که اینا هم در واقع به دنبال تولید سکند مسنجر یا پیامبر ثانویه یک مسیر آبشاری به وجود میارن که در نهایت یک پیامد و نتیجه برای سلول داره، یا از طریق مسیر فسفوریلاسیون منجر به فعال شدن پروتئین ها میشن که در نهایت بازم منجر به اون پیامدهای مورد نظر ما میشن، مثل ترانسکریپشن، بقا، سنتز پروتئین، حرکت سلول، مرگ و همچنین فرآیندهای متابولیک. سیگنال به عنوان پیامبر اولیه هم شناخته میشه. حالا تو خیلی از کتابا همون مولکول سیگنال می‌نویسن، ولی اینجا که نوشته پیامبر ثانویه، اولیه در واقع همون مولکول سیگنال ما شناخته میشه. برای اینکه سیگنال انتقال پیدا کنه تا به اون بافت هدفش برسه، چهار تا مسیر انتقالی داره که این چهار تا مسیر انتقالی تو این اسلاید نشون داده شده. مسیر انتقالی اول به این صورتی که مولکول سیگنال وارد جریان خون میشه که به این مسیر میگن مسیر اندوکراینی، که بیشتر هورمون ها این مسیر رو در واقع طی میکنن تا به اون بافت هدف خودشون برسن. مسیر دوم پاراکراین هستش که فرقش با اندوکراین اینه که وارد جریان خون نمیشه، بلکه از طریق مایعی بین بافتی حرکت میکنه تا به بافت هدف خودش برسه، و بیشتر هم لوکال هسته، چون پاراکراینه در نهایت مثلا یه چیزی حدود 7 8 تا سلول اونورتر نهایتا میتونه این مسیر طی بشه تا سیگنال اثر خودش رو بذاره. مسیر سوم حالت نورولوژیکی هستش که مربوط به بافت عصبی میشه و انتهای آکسونی هستش که این مولکول سیگنال رها میشه توی فضای خیلی کمی که بهش فضای سیناپسی میگن، که در نهایت یه چیزی حدود 20 نانومتر هستش میتونه انتقال پیدا کنه که یک سرش عصبه، یک سر دیگرش یا سلول عصبیه یا سلول عضلانی که تحت عنوان نوروماسکولار جانکشن شناخته میشه. مسیر سوم حالت تماسیه که مولکول سیگنال وقتی که تولید میشه دیگه از سلول جدا نمیشه، بلکه متصل به سلول حرکت میکنه تا به بافت هدف خودش برسه، که اتصال تماسی بهش میگن، چون که در واقع دو تا سلول با هم دیگه از طریق سیگنال و گیرنده تماس پیدا میکنه. این سیستم سیگنالینگ به دلیل اینکه چهار تا ویژگی خیلی مهم داره از بقیه راه‌های ارتباطی متمایز هست و به عنوان یک سیستم ارتباطی ویژه ما اون رو در نظر می‌گیریم. اولین ویژگیش این است که داره اختصاصیت هستش، یعنی که برای هر مولکول سیگنال یک نوع گیرنده وجود داره که این منجر به این میشه که کارآمد در واقع میزان کارایی این مولکول سیگنال بره بالا و روی هر بافتی ما نتونیم اثر مشابهی رو ببینیم. ویژگی دومش امپلیفیکیشن یا تقویت پذیریه، به این صورته که درسته که یه دونه مولکول سیگنال تولید میشه، ولی یه دونه مولکول سیگنال میتونه یک آنزیم رو درگیر کنه که این آنزیم به دنبالش میتونه چندین آنزیم دیگر هم درگیر بکنه که در نهایت
میتونیم در واقع یک مجموعه از آبشار آنزیمی رو ببینیم که به خاطر یک دونه مولکول سیگنال به وجود اومده. پس در واقع نسبت اثرگذاری اینجا یک به یک نیست. اینجوری نیست که یک دونه سیگنال بیاد یک دونه آنزیم رو درگیر کنه، بلکه میتونه 9 تا آنزیم، حالا اینجا 9 تا نشون داده، میتونه 9 تا آنزیم رو درگیر بکنه و نسبت یک به 9 هستش. در واقع تحت عنوان امپلیفیکیشن یا پدیده تقویت گذاری شناخته میشه. سومین ویژگی دسنسیتیزیشن یا حساسیت زدایی هستش، به این صورت که مولکول سیگنال میتونه در واقع اثر خودش رو مهار کنه و در واقع بیاد اون اثری که خودش رو سلول گذاشته در نهایت پیامدش منجر به این بشه که اون اثر سیگنال تو مرحله اول مهار بشه، که تحت عنوان پروتئین های بتا ارستین شناخته میشن، که اینا منجر به این میشن که دیگه اون سیگنال نتونه اون اثرش رو برای سلول بذاره. ویژگی چهارم اینتگریشن هستش، به این صورتی که دو تا مولکول سیگنال وقتی وجود دارن این دو تا اثر مخالف هم دیگه دارن، ولی سلول با اینتگره کردن این اثر میتونه در نهایت یک پاسخ به ما بده. اینجا مولکول سیگنال یک و دو داریم که یک مثلا باعث افزایش غلظت مولکول ایکس میشه، دومیش باعث کاهش غلظت مولکول ایکس میشه. اینجا سلول میان اینتگره میکنه و در نهایت یک افزایش و کاهش رو در واقع یک برایند ازشون میگیره و یک دونه پاسخ برای سلول میده. مثالش در اینجا مثلا گلوکاگون و انسولین، که یکیش افزاینده قند خونه و انسولین کاهنده قند خونه، که در واقع اثر مخالف دارن، ولی سلول میاد اثر اینا رو اینتگره میکنه و یه دونه نتیجه رو به ما میده. حالا از لحاظ مدت زمان عمل کردی سیستم سیگنالینگ یا میتونن سریع اثر باشن یا آهسته اثر باشن. مولکول سیگنالی که اثر میذاره روی سلول اگر از طریق پروتئین ها و آنزیم ها بیاد اون اثر خودش روی سلول اعمال کنه و تحت عنوان سریع شناخته میشه، که از چند ثانیه تا چند دقیقه میتونه طول بکشه. اگه بیاد سیستم ژنوم رو درگیر کنه و منجر به در واقع نسخه برداری و تولید ام ار ان ای و دنبالش تولید پروتئین بشه، این اثرش آهسته هستش که از چند دقیقه تا چند ساعت طول میکشه. پس در واقع اگه سیستم ژنومی درگیر بشه آهسته هستش اثر این مولکول سیگنال، اگه سیستم پروتئینی و آنزیمی درگیر بشه اثرش سریع است. حالا از اساس ماهیت این خود مولکول سیگنال میتونه دو حالت داشته باشه، یا حالت هیدروفوبیک داره که در واقع میتونه از غشا عبور کنه به خاطر اینکه خاصیت در واقع حالا لیپوفیل داره یا در غشا همیشه، یا به صورت هیدروفیلیک هستش که در واقع چون آب دوستی نمیتونه از غشا رد بشه و چون نمیتونه رد بشه باید براش گیرنده وجود داشته باشه، که بر این اساس گیرنده ها دو نوع داخل سلولی و خارج سلولی دارن، که خارج سلولیش بیشتر برای اون مولکول ها و سیگنال هایی که حالا گفتم آب دوست هستن، و داخل سلولیش مربوط به اون سیگنال هایی میشه که در واقع خود اون مولکول سیگنال در واقع خاصیت لیپوفیلیک داره و میتونه از غشا عبور پیدا کنه و در داخل سیتوپلازم یا در داخل هسته به گیرندش متصل بشه. سیستم سیگنالینگ تقسیم بندی های مختلفی داره، ولی توی یکی از روتین ترین تقسیم بندی ها بر اساس اون گیرنده ای که درگیر میکنه مولکول سیگنال به 6 خانواده تقسیم بندی میشه. خانواده اول گیرنده های مرتبط با جی پروتئینی هستن، که در واقع گیرنده در داخل غشا فرو رفته و در داخل سیتوپلازم پروتئینی وجود داره به اسم پروتئین جی، که جلوتر راجع بهش صحبت میکنیم، و این پروتئین رو درگیر میکنه که تحت عنوان جی پی سی آر یا جی پروتئین کوپ رسپتور شناخته میشه. خانواده بعدی گیرنده های تیروزین کینازی هستن، که همونطور که از اسمشون پیداست میان واحد های تیروزین یعنی اسید آمینه تیروزین رو خیلی از پروتئین ها فسفوریله میکنن. خانواده بعدی گیرنده های مرتبط با گوانین سیکلاز هستش، که همونطور که از اسمشون پیداست میان مولکول جی تی پی که تحت عنوان یکی از اون ترکیبات سوخت سلولی شناخته میشه مثل ای تی پی رو میشکنن و اونو تبدیل به حالت حلقویش یا سیکلیک جی ام پی میکنن. خانواده بعدی گیرنده های اتیژن رسپتور یا اینتگرین ها هستن، که به واسطه اتصال خارج سلولی یک پروتئین قسمت داخل سلولیشون تغییر پیدا میکنه و میتونن به خیلی از پروتئین ها متصل بشن. خانواده بعدی خانواده در واقع اون کانال های مرتبط با یون ها هستن، که تحت عنوان کانال های یونی شناخته میشن، که به منزله عبور دادن یک یون میتونن باعث شروع سیگنالینگ سلولی بشن. و در نهایت خانواده ششم اون گیرنده های هسته ای هستن، که تو دو تا اسلاید قبلی در مورد صحبت کردم راجع بهشون، هم گیرنده های داخل سلولی یا اینتراسلولار اونایی بودن که مولکول سیگنال میتونست از غشا عبور پیدا کنه و حالت لیپوفیلیک داشت. به طور کلی این شش تا خانواده رو توی مسیر سیگنالینگ ما داریم، که حالا بر حسب اینکه چه نوع گیرنده ای رو درگیر میکنه مولکول سیگنال تقسیم بندی میشن.
خانواده اول گیرنده های جی پروتئینی بودن که در واقع این جی پروتئینی ها دو نوع هستن، یا حالت مونومریک دارن یا حالت هتروترمریک، که مونومریکشون در واقع بیشتر مرتبط با سیستم تمایز و تقسیم سلولی و ژنتیکیه که بیشتر حالا این سیستم حالا ژنتیک سلولی رو درگیر میکنن، ولی اون گزینه مورد نظر ما هتروترمریک هستش که جی پروتئینی تشکیل شده از 3 تا زیرواحد آلفا، بتا و گاما، و به خاطر این بهش میگن جی پروتئین که زیرواحد آلفاش قابلیت اتصال به جی تی پی و جی تی پی رو داره، که همینطور برای جی پروتئین مونومریک. و اینجا هم ساختار جی تی پی رو نشون داده که در واقع حالت خطی داره و وقتی که حالت سیکلیک پیدا میکنه یک حالت حلقوی، یک پیوند دی اس 3 برقرار میشه که به عنوان پیامبر ثانویه شناخته میشه. جی پروتئین تریمریک در واقع تشکیل شده از 3 تا زیرواحد آلفا، بتا و گاما، که زیرواحد آلفا نقش کاتالیتیک این پروتئین رو بر عهده داره. وقتی که مولکول سیگنال متصل میشه به این گیرنده، این گیرنده میاد جی پروتئین رو فعال میکنه. فعال شدنش به این صورت هستش که به زیرواحد آلفا یک مولکول جی تی پی متصله که وقتی از ساختارش خارج میشه و جایگزین میشه با یک جی تی پی، منجر به فعال شدن جی پروتئین از طریق زیرواحد آلفاش میشه. این زیرواحد آلفاش میتونه بره خیلی از پروتئین دیگر رو فعال کنه. حالا بسته به این که این جی پروتئین زیرواحد آلفاش چه نوع هستش، میتونه اعمال مختلفی رو داشته باشه. برای مثال زیرواحد آلفا اگه از نوع اس باشه، میتونه آنزیم آدنیناسیگناز رو فعال کنه که این آنزیم میاد در واقع ATP رو تبدیل به سیکلیک AMP میکنه که تحت عنوان پیامبر ثانویه شناخته میشه و میتونه خیلی از پروتئین های دیگر رو فعال بکنه. نوع دیگرش زیرواحد آلفا نوع آی هستش که اینهیبیتوری هستش و برعکس این مدل اس رو انجام میده، یعنی باعث مهار آدنیناسیگناز و کاهش غلظت سیکلیک AMP میشه. مدل بعدیش OLF یا اولفکتوری هستش که مشابه با نوع اس هستش و منجر به افزایش غلظت سیکلیک AMP میشه. مدل بعدیش نوع کیو هستش که با فسفولیپاز سی سر و کار داره، که فسفولیپاز سی کاری که انجام میده میاد PIP2 رو تبدیل میکنه IP3D و دگ یا دی آسید گلیسرول. نوع بعدی نوع او هستش که بازم با فسفولیپاز سی سر و کار داره و مشابه با کیو هستش، یعنی باعث تولید IP3D و دگ میشه. و نوع آخر نوع تی یا ترانسدیوس هستش که با سیکلیک جی ام پی فسفودیستراز سر و کار داره و منجر به این میشه که سیکلیک جی ام پی شکسته بشه و به نوع خطیش تبدیل بشه و در واقع باعث کاهش سیکلیک جی ام پی میشه. حالا مثال هایی آوردم در این رابطه که مهمترینشون اون نوع اس بودن، که نوع اس حالا اینجا مثال زده اگه سیگنال ما اپینفرین باشه متصل بشه به گیرنده، منجر به فعال شدن جی پروتئین میشه. جی پروتئین مرتبط با اپینفرین نوع اس هستش که اس کاری که انجام میده اینه که میاد ATP رو تبدیل به سیکلین AMP میکنه که این سیکلین AMP میتونه فرآیندهای مختلف سلولی رو درگیر بکنه، از جمله میتونه باعث فعال شدن پروتئین کیناز نوع آ بشه و همینطور میتونه خیلی از موارد دیگه داخل سلولی مثل پروتئین اکت که جلوتر راجع بهش صحبت میکنیم باعث فعال شدن اون هم بشه. اینجا همون واکنش آنزیماتیک مرتبط با تبدیل ATP به سیکلیک AMP رو نشون داده، که اینجا آنزیم آدیناسیلاز که دوتا واحد فسفات ازش بر میداره و در نهایت تحت یک سری آره واکنش های پیچیده حالا چند تا پیوند رو میشکنه و چند تا پیوند رو تولید میکنه، منجر به تولید سیکلیک AMP میشه که تحت عنوان پیامبر ثانویه شناخته میشه. حالا این سیکلیک AMP که تولید شد میتونه خیلی از فعالیت‌های داخل سلولی مرتبط با سیگنالینگ، از جمله تغییراتی که توی میکروتوبول‌ها اتفاق میفته با فسفوریلی کردن پروتئین‌های مرتبط با اونا، منجر به تغییرات اینا بشه، روی هسته تاثیر بذاره و منجر به فعال شدن یک سری فاکتورهای نسخه برداری بشه. میتونه در واقع روی خیلی از متابولیسم خیلی از ترکیبات مثل تریگلیسیرید، اسیدهای چرب، گلیکوژن و همینطور ترکیبات حالا مرتبط با متابولیسم کربوهیدرات و سیکلیک کرد تغییرات منجر به. مدل بعدی اون نوع کیو بودش که مرتبط هست با فسفولیپاز سی، که فسفولیپاز سی کاری که انجام میده این است که میاد فسفولیپیدی به اسم PIV2 یا فسفاتیتول اینوزیتول دی فسفات رو تبدیل میکنه به دو تا ترکیبی به اسم IP3D و دیاسیل گلیسرول، که IP3D و دیاسیل گلیسرول به عنوان پیامبر ثانویه شناخته میشن و میتونن مسیر سیگنالی که مرتبط با فسفولیپاز سی رو فعال بکنن. پس در واقع نوع جی پروتئین اینجا نوع جی کیو هستش.
مدل بعدی که یکی از مدل های خیلی مهم در رابطه با سیستم بینایی هستش، اون نوع تی یا ترانسدیوس هستش. سیگنال ها میتونن حالا جدا از اینکه حالا یک ماهیت فیزیکی داشته باشن، یک ماهیت غیر فیزیکی هم میتونن داشته باشن، مثل نور. که در واقع نور درسته که اینجا یک حالت در واقع یک ماده فیزیکی واقعی نیستش، ولی میتونه منجر به فعال شدن گیرنده در واقع سلول های استوانه ای و مخروطی داخل چشم بشه که حالا تحت عنوان پروتئین های رودوپسین شناخته میشن. اینجا وقتی نور به گیرنده برخورد میکنه، منجر به فعال شدن گیرنده میشه. حالا این گیرنده مرتبط با جی پروتئین نوع تی هستش که تی کاری که انجام میده این است که میاد غلظت سیگنال جی ام پی رو کم میکنه، که دنیای قشای این در واقع سلول ها ما یک سری کانال های یونی داریم که این کانال های یونی وابسته به لیگانت هستن، به این صورت که سیگنال جی ام پی وقتی که متصل میشه به این گیرنده ها، منجر به این میشه گیرنده ها باز بشن و سدیم و کلسیم وارد سلول بشه. حالا وقتی غلظت این سیگنال جی ام پی کم باشه، این بسته میشه و بسته شدنش منجر به این میشه که ما انتقال سدیم و کلسیم نداشته باشیم و به همین خاطر باعث کاهش روایش نوروترانسمیترها میشه. و برعکس اگر غلظتش بره بالا، متصل میشه به این گیرنده و سدیم و پتاسیم میتونه از خارج سلول وارد داخل سلول بشه. پس در واقع اون مدل جی پی سی آر در سیستم بینایی نوع تی یا ترانسدیوس هستش. خانواده بعدی گیرنده های مرتبط با در واقع گیرنده های تیروزین کینازی بودن که همونطور که از اسمشون پیداست میتونن از این آمینه های واحد تیروزین رو فسفوریله بکنن. این گیرنده ها به صورت مونومریک قرار گرفتن و وقتی که دو تا مولکول سیگنال متصل بشه، منجر به این میشه که ناحیه تیروزین کینازی یا دومین تیروزین کینازی این ناحیه فعال بشه و بیاد قسمت های خود مونومریک که دیگریش رو فسفوریله بکنه. از جمله در واقع این فرآیند ها میتونیم به مسیر سیگنالی که مرتبط با انسولین اشاره بکنیم که این اسلاید نشون داده. وقتی که مولکول انسولین متصل میشه به زیرواحد آلفای گیرنده های تیروزین کینازی، منجر به این میشه که این قسمت های داخل قشایش فسفوریله بشن، که این فسفوریله شدن منجر به این میشه خیلی از پروتئین های دیگه از جمله آی آر اس هم فعال بشن، که فعال شدن اینا یک سری پروتئین های دیگه رو درگیر میکنه. حالا اینجا جزئیاتش نیاز به توضیح نیست، خیلی مفصله، فقط در این حد بگم که در نهایت منجر به این میشن که پروتئین میک فعال بشه و فسفوریله بشه و به دنبالش بیاد پروتئین دیگه به اسم ارک رو فسفوریله و فعال بکنه، که این بیاد داخل سلول و رونویسی از خیلی از ژن‌ها رو انجام بده که در نهایت منجر به تولید پروتئین جدیدی میشه که در رابطه با فرآیند سیگنالین و عملکرد انسولین هست. مدل دیگه گیرنده های تیروزین کینازی اونایی هستن که خود گیرنده خاصیت تیروزین کینازی نداره، بلکه با پروتئین هایی سر و کار داره که این پروتئین ها خاصیت تیروزین کینازی دارن، مثل پروتئین جک یا جانوس کیناز و همچنین پروتئین دیگه به اسم استات که در وقت گیرنده متصل میشه، منجر به فعال شدن جک استات میشه و استات فسفوریله با هسته میشه و رونویسی خیلی از اینا رو انجام میده که در نهایت منجر به تولید پروتئین های هدف میشه. و همینطور هورمون اریتروپویتین که منجر به تولید آر بی سی ها میشه، اصلا در واقع مسیر سیگنالینگش از طریق همین گیرنده های تیروزین کینازی وابسته به جک استات هستش. خانواده بعدی گیرنده های گوانیلین سیکلاس هستن که همونطور که از اسمشون پیداست این است که میان جی ام پی رو تبدیل میکنن به سیکلیک جی ام پی و منجر به تولید پیامبر ثانویه میشن. این گیرنده در واقع این گوانیلین سیکلاس دو نوع دارن، یا متصل به قشا یا به صورت محلول در سیتوپلازم هستن، که نوع محلول در سیتوپلازمش دارای یک واحد همه که در داخلش عنصر آهن وجود داره. مثال این دسته سیگنال AMP هستش که این AMP که تحت عنوان پپتید ناتریورتیک دهلیزی هم شناخته میشه، وقتی روی گیرنده خودش متصل میشه، منجر به این میشه که JTP تبدیل به سیکلیک GMP بشه، که این سیکلیک GMP میاد خیلی از فرآیندهای داخل سلولی از جمله پروتئین کیناز G رو فعال میکنه، که فرآیندش مرتبط با سیستم قلبی عروقیه که در واقع یکی از اون نقشایی که داره واسه وازودیلیشن میشه و در واقع یک فاکتور وازودیلیتور شناخته میشه. اثر بعدش روی سیستم کلیویه که باعث سرکوب سیستم رس میشه و همچنین به عنوان دیورتیک و ناتریورتیک هم شناخته میشه. اثر بعدش روی خیلی از بافت‌ها مثل بافت چربی و بافت عضلانیه که باعث افزایش لیپولیز، افزایش اکسیداسیون لیپیدها، باعث در واقع اون سوخت و ساز سلول‌ها و قطرات چربی در داخل بافت چربی و همچنین باعث افزایش حساسیت نسبت به انسولین میشه.
خانواده بعدی اون دسته از خانوادهایی بودن که در واقع گیرندایی بودن که مرتبط بودن با کانال‌های یونی. هر سلول برای خودش داره یک پتانسیلی به اسم پتانسیل استرارت فشار، که این پتانسیل استرارت فشار به این صورت هستش که داخل سلول نسبت به خارج سلول منفیه و این منفی بودن به اندازه منفی 50 تا منفی 70 میلی ولت، و یکی از اون عواملی که منجر به این منفی بودن داخل سلول میشه پمپی به اسم پمپ سدیم پتاسیم که با مصرف یه دونه ATP کاری که انجام میده سه تا سدیم از داخل میبره خارج و دو تا پتاسیم از خارج میاره داخل. پس در واقع از لحاظ بار بخوایم حساب کنیم دو سه تا مثبت رو میبره بیرون، دو تا مثبت رو میاره داخل، پس در واقع منجر به منفی شدن داخل سلول میشه. در کنار این ما یک سری کانال هایی داریم که مختص سدیم هستن و میان سدیم رو انتقال میدن از خارج به سمت داخل سلول. برعکسش یک سری در واقع کانال هایی داریم که منجر به انتقال پتاسیم از داخل سلول به سمت خارج میشن و همینطور کانال های یونی مرتبط با کلسیوم و کلر. حالا این کانال های یونی تو چهار دسته قرار میگیرن. این کانال های به صورت لیگان گیتد هستن، یعنی به صورت این در واقع به این شکل هستش که سیگنال وقتی بیاد متصل میشه به گیرنده به منزله اتصال سیگنال هستش که کانال مجراش باز میشه و اون یون میتونه انتقال پیدا کنه، پس در واقع وابسته به لیگاند هستن. نوع دیگه گیرنده ها اون دسته گیرنده هایی هستن که تحت کشش یا یک در واقع تغییرات مکانیکی میتونن باز بشن، که مثالش در داخل سلول های مجرای گوش هستش که در واقع وقت صوت برخورد میکنه به منزله برخورد صوت یک فشاری به وجود میاد تو قشا که این فشار منجر به این میشه کانال باز یا بسته بشه. نوع دیگه اون دسته از کانال های یونی هستن که همیشه باز هستن که تحت عنوان لیک چنل یا کانال های نشتی شناخته میشن، مثل کانال های نشتی سدیم و پتاسیم. و دسته بعدی اونایی هستن که وابسته به ولتاژ هستن که وقتی که ولتاژ قشا تغییر میکنه این گیرنده ها ولتاژ رو سنس میکنن و به منزله این تغییر منجر به باز شدن یا بسته شدن کانال میشن. دسته بعدی این گیرنده ها اونایی بودن که در واقع حالت اتیژن داشتن که بیشتر تحت عنوان آلفا اینتگری و بتا اینتگری ها شناخته میشن. این گیرنده ها دارای سه تا دومین خارج سلولی، داخل قشایی و داخل سلولی هستند که وقتی دیگه یک پروتئین به قسمت خارج سلولی متصل میشه همانند فنر منجر به تغییرات این دومین خارج سلولی میشه که این تغییرات دومین خارج سلولی روی داخل سلول اثر میذاره و منجر به اتصال خیلی از پروتئین ها به این گیرنده میشه. مثلا فاکتور فیبرونکتین وقتی که به این گیرنده متصل بشه منجر به این میشه که قسمت داخل سلولش یک سویچ پیدا بکنه و کانفورماسیون فضایش تغییر پیدا کنه که بتونه به پروتئین‌های دیگه مثل اکتین یا میوزین همچنین تالین متصل بشه. مثال این خانواده فعال شدن پلاکت ها هستن. پلاکت ها برای اینکه بتونه تو سیستم انقادی عملکرد داشته باشن باید سه تا فرآیند اکتیویژن، اتیژن و اگریگیشن براشون اتفاق بیفته. حالا که شاید پلاکت ها داره یک سری گلیکوپروتئین هایی هستن که این گلیکوپروتئین ها همون جزء خانواده اتیژن ریسپتور ها هستن، مثل گلیکوپروتئین 1B5-9 و آلفا 2B-3 که وقتی که کلاژن یا فاکتور فوموبیمبران به این گیرنده متصل میشه قسمت داخل سلولش تغییر پیدا میکنه که این تغییرات در نهایت منجر به این میشه که مثلا غلظت کلسیم داخل سلولی بره بالا. افزایش غلظت کلسیم داخل سلولی منجر به این میشه که تغییرات پتانسیل قشایی صورت بگیره که به دنبال این خیلی از ویزیکول های داخل پلاکت که حالا حاوی فاکتور پلاکتی شماره 4 و پی دی جی اف هستن اینا ویزیکول ها اگزوسیتوس پیدا کنه و از سلول خارج بشن. همینطور میتونه باعث اتصال یک پلاکت به پلاکت دیگه از طریق فاکتور فیبرینوژن بشه و همینطور باعث آزادسازی ترومبوکسان آدو و تغییرات اسید آراشیدونیک بشه که به دنبالش پلاکت ها فعال میشن. و خانواده آخر اون دسته از گیرنده هایی بودن که در تمام گیرنده های هسته ای داخل سلولی شناخته می شدن. این گیرنده ها حالا اینجا اچ حالا مربوط به هورمون گذاشته چون که خاصیت لیپوفیلیک دارن میتونن از قشا عبور پیدا کنن و بیان داخل سلول. در داخل سلول این گیرنده هاشون به یک پروتئینی به اسم HSP یا هیت چارج پروتئین متصله که تو حالت عادی مها شده. وقتی هورمون وارد میشه منجر به اینکه HSP جدا بشه و متصل بشه به رسپتور و کمپلکس هورمون رسپتور یا سیگنال رسپتور که مورد هسته میشه و روی ژن به واحد HRE یا هورمون ریسپانس المنت متصل میشه که دو تا حالت میتونه داشته باشه، یا اتصال هورمون در واقع هورمون گیرنده منجر به فراخوانی فاکتورهای رونویسی میشه و منجر به تولید پروتئین میشه، یا نه یک سری ژن ها دارن بیان میشن و این هورمون
رسپتور میاد اونا رو مهار میکنه و فاکتورهای عدم رونویسی رو فراخوانی میکنه که رونویسی صورت نگیره و تولید پروتئین کم بشه. مثال بارز این خانواده گیرنده های در واقع هورمون های مرتبط با غده تیروئید یعنی T3 و T4 هستن که چون حالت لیپوفیلیک دارن میتونن از غشا عبور کنن و وقتی که عبور کردن به گیرنده خودشون تو سیتوپلاسم متصل میشن و وارد هسته میشن و اونجا منجر به فراخوانی یک سری از فاکتورهای رونویسی مرتبط با هورمون T3 و T4 میشن که در نهایت منجر به تولید mRNA میشن که این mRNA میتونه سنتز خیلی از پروتئین ها رو بر عهده بگیره که این پروتئین های مختلف میتونن رو بافت های مختلف بدن اثر بذارن، همچنین میتونن باعث رشد بشن، باعث تکامل سیستم عصبی بشن و همچنین روی سیستم متابولیسمی و کاردیوواسکولار هم نقش ایفا میکنن. و در نهایت آخرین مطلب مرتبط با این جلسه پروتئینی به اسم اکت که همونطور که میبینید بیشتر اون خانواده‌ای که راجع به صحبت کردیم، حالا به جز اون خانواده داخل گیرنده‌ای داخل سلول یا هسته‌ای، همه گیرنده ها به طوری به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به این پروتئین ربط پیدا می کنن و الان بیشتر رویکردهای درمانی و تحقیقاتی روی این پروتئین اکت هستش که بیان از لحاظ پرایمریک و مولکولی این پروتئین رو در واقع مودیفای بکنن به گونه اینکه در واقع بتونه مسیر سیگنالینگ رو بهتر در واقع پیش ببره تا در نهایت اون نتیجه و پیامد برای سلول به وجود. مطالبی که گفته شد و همچنین تصاویری که استفاده شد همگیشون از این 6 تا کتاب بودن و بازم ممنون که این وقت در اختیار ما قرار دادید و توجه داشتید. ببخشید اگه خیلی عجله ای شد، حالا هر مطلب یا نکته ای هستش در خدمتتون خوشحال میشم بشنوم.